أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به محضر آقام و امام زمان، آباء گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، عمه جانشون فاطمه معصومه، ولی نعمتمون علی ابن موسر رضا، میوه دلشون جواد الائمه، انبیاء، اولیاء، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این شهر و این حرم، شهدای مدافع حرم، امام زادگان این حرم، به ویژه فرزندان امام جواد علیه السلام که در این حرم آرمیده اند، و حضرت موسی مبرقع صلوات محمدی خط کنید. شب شهادت میوه دل آقا علی ابن موسر رضا با برکتترین مولود اهل بیت به تعبیر امام رضا علیه السلام. اونایی که دوست دارن با نابودی دشمنان اسلام در کاظمین و نجف و سامرا و کربلا و در مکه و مدینه عرض ادب کنن، صلوات بلندی خط کنید. با کسب اجازه از سروران عزیز خودم، به ویژه امام جمعه محترم، روایتی رو از وجود نازنین آقا جواد الائمه علیه السلام میخوام برای خودم و شما بزرگواران از باب تذکر تلاوت کنم. اما مقدمه‌ای لازم است. در جلسات قبل اشاره کردیم بزرگترین مشکل جامعه ما ناامیدی است. دشمن میداند اگر بتواند مردمی که گلایه مندند از وضعیت جامعهشون و وضعیت مملکتشون، ناراضی به اضافه ناامیدی میشود شورش و اختشاش و توقف و خسارت. و اشاره کردیم در هفته قبل که اگر نارضایتی به اضافه امیدواری باشد می شود حرکت رو به جلو. به عبارتی فرمول تبدیل تهدید به فرصت این سه تا کلمه است. فرمول تبدیل تهدید به فرصت، هر کس می خواهد تهدید ناامیدی را به فرصت امیدواری تبدیل بکنه تو جامعه امروز ما، به این سه عامل توجه کند. هر کس آدرس دارد، راهنما دارد، طبیب دارد، دارو دارد، حق نداره ناامید بشه چون چاره دارد. دوم اشاره، لذا یک روایت از امام جواد تو این زمینه میخوام محضرتون. سه تا دارویی که امام جواد فرمودن برای سه تا درد جامعهمون. مطلب دوم، عنصر دوم اشاره کردیم، هر کس پشتیبان دارد حق ندارد ناامید شود. کسی که پشتیبان نداره میتونه ناامید بشه. ما پشتیبانی به نام خدا و اهل بیت داریم. تو این زمینه می روایت نورانی امام جواد علیه السلام برای همه من و شما درس است. روایت معروفی است: از ثقة بالله ثمن لكل قال و سلمون الى کل عال. هر کس اطمینان به خدا داشته باشد، توکل به خدا داشته باشد، مطمئن به عنایت حضرت حق تعالی باشد، نباید ناامید بشه، حق نداره ناامید بشه.
آدم وقتی ناامید میشه که احساس کنه بودجهش داره تموم میشه. خب بودجه خدا که تموم نمیشه. آدم وقتی ناامید میشه که فکر کنه حامیش نامهربون شده، خدا که نامهربون نمیشه که. و عامل سوم تبدیل ناامیدی به امیدواری رو، اینا رو چون هفته قبل عرض کردم به عنوان خلاصه دارم این جلسه مزاحم وقت شما بزرگواران میشم. عامل سوم تبدیل ناامیدی به امیدواری چشمانداز روشن ظهور است. هر کس جلو راهش تاریک حق داره ناامید بشه، هر کی جلو راهش روشنه حق نداره ناامید بشه. از بعد از شهادت امام رضا علیه السلام که وعده حکومت الهی به تأخیر افتاد، امام جواد، امام هادی و امام عسکری، هر سه امام بزرگوار که معروفن به ابن الرضا علیهم السلام، هر سه مأمور بودن مردم را برای غیبت آماده کنند. عصر غیبت هم درست عصر انتظار است، ولی عصر انتظار امیدآفرین است، نه انتظار ناامید کننده. خدا وعده داده است اون بقیت الله را به ما میرساند ان شاء الله. اینا سه تا عامل تبدیل ناامیدی به امیدواری بود. امروز دولت ما، مجلس ما، قوای سگانه ما، مردم ما، نظام ما، اگر فکر میکنن آدرس ندارن، دارو ندارن، طبیب ندارن، راهنما ندارن، ناامید بشن، متوقف بشن. ولی اگه آدرسی به نام قرآن و عترت و ولایت داریم، حق نداریم ناامید بشیم. هر کس فکر میکنه پشتیبانی به نام خدا و اهل بیت نداره، حق داره ناامید بشه. اما اگه کسی باور داره که پشتیبانی به نام خدا و اهل بیت داره، که داراییشون لایتناهیست، مهربانیشون هم لایتناهیست، حق نداره ناامید بشه. هر کس فکر میکنه آینده‌ای به نام ظهور نداریم، حق داره توی مشکلات امروز ناامید بشه. هر کی فکر میکنه آینده‌ای به نام ظهور داریم، که واقعا داریم، خدا وعده داده، حق نداره ناامید بشه. حالا از امام جواد داروی سه تا درد جامعه امروزمون رو میخوام اشاره بکنم. سه تا درد امروز جامعه ما رو داره اذیت میکنه. یک، کسانی که خدا را به عنوان رازق قبول ندارن، باورش ندارن. چون خدا را به عنوان رازق قبول نداره، خودش میخواد رزقش رو پیدا کنه، لذا دست به هر حروم و حلالی میزن، دست به هر دست رازی به بیت المال میزنه، دست میبره به کلاه بردن، کلاه گذاشتن به سر مردم. همه اینا به خاطر این درد تو جامعه ماست. حضرت ببینید چه داروی قشنگی میفرماین. قال الجواد علیه السلام، بهار الانوار، جلد 68، این روایت از وجود نازنین امام جواد، تو کتابهای دیگه هم اومده. کیف یضیع من الله کافلو، حضرت دارن به ما داروی دردمون رو به ما بیان میکنن. ما باور کنیم ولایت داروی دردهای ماست، چون وصل به منبع لایزال الهی هست. ولی خدا سن درش شرط نیست. حضرت عیسی ابن مریم، دو تا پیغمبر ما، تو کودکی ازم معجزه از خودشون نشون دادن. امامان عزیز ما، سه تا امام ما تو کودکی به امامت رسیدن. خدا اینها رو گره گشا قرار داده. خدا فرموده و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما، آیه 124 سوره طه. خدا فرموده هر کس دنبال ولایت نباشد، گره گشای زندگیش ولی خدا نباشد، زندگیش کلاف سردرگم می شود. ولی وقتی به ولایت مراجعه کردن، ولی 7 ساله هم حلال مشکلات بوده، ولی 5 ساله هم حلال مشکلات است، پیغمبرم به عنوان ولی خدا حلال مشکلات است، امامان هم به عنوان ولی خدا حلال مشکلاتن، ولی فقیه هم به عنوان ولی خدا حلال مشکلاته. امیر المؤمنین سلام الله علیه به حرفش نکردن، در خطبه جهادی، خطبه 27 نهج البلاغه فرمود لا رأی لمن لا یطاع. امامی که کسی به حرفش نکنه، حرف نزنه بهتره.
مردم دقت کنن، اگر قرار است در نظام جمهوری اسلامی ولایت همه مشکلات را حل بکنه که میتواند حل بکنه، شرط و شروطی دارد، شرط و شروطی دارد. اگر امام رضا فرمودن کلمت لا اله الا الله، این حدیث قدسی رو، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، بعد فرمودن به شروطها و انا من شروطها، ما ولایت شرط تحقق اون حسن حسین کلمه توحید هستیم، شرط تحقق ولایت هم خودشون فرمودن مقبولیت مردمیست. والله ولی خدا امیر المؤمنین هم باشد، مردم به حرفش نکنن باید 25 سال تو خونه بشینه. مردم باید به حرف کنن، هم مردم هم مسئولین. اونجا ولی میشود مشکل گشا، قطعا میشود مشکل گشا. لذا شما ببینید بر اساس همین جمله نورانی امام جواد علیه السلام، هم امام دیروز ما هم امام امروز ما، به مردم بر اساس این آیه قرآن که خدا میفرماید هیچ جنبنده‌ای بر روی زمین نیست الا علی الله رزقها، خدا رزقش رو میده، ولی همه دستورات خدا شرط داره، بی شرط که نیست. کیف یزیع من الله کافلو، از اول حرف امام تو انقلاب این بود، مردم روزی رسان شما خداست، دست به حرام نزنید. اگر این روحیه در جامعه ما باشد که وجود، این مشکل جامعه ماست، مشکل جامعه ما که فکر میکنم خدا ما رو خلقمون کرده یادش رفته از ما، نعوذ بالله، روزی ما رو به دیگران داده، روزی ما رو به خودمون نداده، لذا ما هر جور شده باید بریم از دیگران بگیریم. امام جواد میفرمایند چگونه ضایع میشود کسی که اعتقاد دارد خدا کافل اوست، خدا رازق اوست. در باب رازقیت خدا داستانهای زیادی برای من و شما گفتن. یکیشو قصه حضرت سلیمان نبی علی نبی ناو آلی و علیه السلام است. حضرت سلیمان نبی کنار آب نشسته بودن، دیدن یه مورچه‌ای داره به آب نزدیک میشه، یه دانه‌ای تو دهانشه. مورچه معمولا به آب نزدیک نمیشه، از آب فرار میکنه، ولی این مورچه به آب نزدیک میشد. رسید لب آب، قورباغه اومد زبانشو داد بیرون. زبان قورباغه زبان بلندی است، مثل اسکله، مثل اسکله زبانشو داد بیرون. این مورچه رفت وارد دهان، از روی زبان قورباغه رفت تو دهان قورباغه، قورباغه دهانشو بست، تبدیل شد به زیر دریایی، رفت زیر آب. لحظاتی برگشت دوباره زبانشو داد بیرون، مورچه اومد بیرون، ولی اون دانه تو دهانش نبود. حضرت سلیمان به مورچه فرمودن چیکار داری میکنی؟ به قول مولا، به تعبیر بنده، تو حکومت ما داری چیکار میکنی؟ عرض کرد یا نبی الله، یک کرمی او زیر آب لای سنگی گیر کرده، خدا باید رزق او رم بده، خدا رازقه، خدا رازقه، خدا من مورچه رو مأمور کرده دانه ای رو بیارم تا لب آب، من نمیتونم تو آب برم، این قورباغه رو مأمورش کرده این قضا منو سوار زبانش بکنه تو دهانش ببره او زیر، من این دانه رو برای اون کرم بفرستم دوباره منو برگردونه. خدایی که دانه زیر کرم زیر سنگ زیر آب را بدون قضا نگذاشته، ملت ایران رو بدون قضا میگذاره؟ حالا چون قطع رابطه با آمریکا کردن؟ حالا چون تحریم شدن؟ که حالا ما به جای خدا دستمون رو پیش کت خدا دراز بکنیم؟ مگه رازق ما آمریکاست؟ مگه رازق ما اروپاست؟ کلام نورانی امام جواد رو ببینید، مشکل ما رو حل کرده. هر کس کافلش خداست، چجوری خدا کسیه که تحت تکفلش ضایعش میکنه؟ این مشکل امروز ماست. من بابا به جایی که به بچه‌م بگم پسرم دخترم برو دستت بذار به کنده زانود و بگو توکل تو علل لا، تلاش بکن از تو حرکت، از خدا برکت، من به بچه‌م بگم بابا برو جلو من هوات دارم، برگرده بگه هوای تو رو کی داره؟ خب من چه کارم که بتونم هوای بچه‌مو داشته باشم؟ از اول بچه‌مو با تکیه بر خدا بزرگ کنم. این بیان نورانی امام جواد علیه السلام، این درد اول جامعه ما و داروی امام جواد. تو رزقمون به خدا توکل کنیم. البته من دو تا کلمه تو رزق عرض کردم، هر کس میخواهد خدایی که تکفل رزق ما را داده
بیان کرده متکفل شده هیچ وقت رزق ما کم نشود، روز به روز بیشتر بشود، به این دو توصیه قرآن و اطلاعات عمل کنه که بارها گفتیم. یک، حلال بخوریم حرام نخوریم. امیر المؤمنین یکی از استاندارانش یک سفره تشریفاتی شرکت کرد، آبروشو بردن مسئولین قضایی. تو رو خدا آبروی اینهایی که دست رازی به بیت المال کردن، حروم خوری رو توی مملکت باب کردن، آبروشون رو ببرید. به خدا دستور اسلام است، اسلام در خطر آبروش، آبروی حروم خورا رو ببرید. خدا گفته حروم نخورید حلال بخورید، من روزیتون رو میدم. هر چقدر حروم بخورید رزقتون از حلال کم کردید. دو، توصیه دوم، برای که خدا رزقمون بده، حالا که میخوای حلال بخورید تنها نخورید، حلال خورا خمستون رو بدید، زکاتتون رو بدید، انفاق بکنید، صدقه بدید، احسان بکنید، نذر بکنید، وقف بکنید که فقیری نماند. آقا شما هر خانواده‌ای، هر فقیر و مستمندی برای جهیزیه مونده، برای ازدواج مونده، برای درمان مونده، برای اجاره خونه مونده، هر کسی 100 نفر دور و برش قوم خویشن، هر کدومشون یه ذره احسان بکنن، مشکل یک نفر حل میشه. این میشه تعاونوا علی البر و التقوا. اگر میخواهیم خدایی که متکفل رزق ماست، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، یه آیه 96 سوره اعراف خیلی آیه قشنگیه. بگذارید شب شهادت امام جواد من روزه خدا بخونم. روزه خدا شاید تا حالا نشنیده باشید. روزه خدا یه آیه 96 سوره اعرافه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. خدا میفرماید اگر مردم نیتاشون آمنو بشه، الهی بشه، چارچوب برنامه‌شون هم تقوا باشه، تقوا رو رعایت کنن، حروم حلال رو رعایت کنن، از آسمان و زمین براشون برکت می‌ریزم. اما خدا می‌فهمد ولکن کذبو، مردم من خدا رو تکذیب می‌کنن. خدا میگه فرمول منو قبول کنید، از آسمان و زمین براتون برکت می‌ریزم. ولکن کذبو، مردم منو تکذیبم میکنن. فاخذناهم بما کانوا یکسبون، منم مبتلاشون میکنم به غلطکاریای خودشون، به نتایج تدبیرای غلط خودشون. این داروی اول امام جواد، خیلی معطلتون نکنم. یه درد ما این است که خدا رو رازق نمیدانیم. ما باور کنیم خدا رازقه، ما تلاش بکنیم یک، حروم حلال قاطی نکنیم، دو، خیرات بکنیم، سه، قطعا خدا رزقمونو میده. و الا میشه و زاغت الارض و منعت السما. ما باور کنیم خدای رازق رو خیلی سخته ها، خیلی سخته. حضرت موسی نبی علی نبی نا و علی و علیه السلام هم موقعی که حضرت اسرائیل اومده بودن جانشونو بگیرن، قصه طولانی کوتاهشو میگم، دختر کوچیکی داشتن نشست رو زانو، بابا تو داری میری نوناور من چی میشه؟ حضرت موسی هم یه لحظه لرزیدن، خدای بچم راست میگه نوناورش چی میشه؟ موسی عصاتو بزن به سنگ، شکافته شد. بعضیا میگن با سنگ دیگری زیرش بود، سه تا سنگو با عصا شکاف، بعضیا میگن اون سنگ اول، خیلی فرق نمیکنه. یه موری زیر سنگ داشت میرفت، قضاش تو دهانش بود. خطاب اومد موسی، ما از این موجود بی این کوچیکی یادمون نرفته، رزقشو دادیم، از این بچه بی بزرگی تو یادمون میره؟ چرا فکر میکنی ما مهربون تر از خداییم؟ چرا اینو فکر میکنی؟ ارحم الراحمین اونه، رازق اونه. درد جامعه ما اینه که رازقیت خدا رو هنوز خوب باور نکردیم. امام جواد داره دارو میده به ما. دو، درد جامعه، درد دوم جامعه ما چیه؟ و کیف ینجو من الله طالبو. بعضیا فکر میکنند درد جامعه ما اینه که فکر میکنن از دست قانون میتونن فرار کنن. امام جواد میگن نه، اشتباه میکنی، یه عین حماقت، فکر کردی فرار کردی. تو از دست جمهوری اسلامی فرار کردی، از دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی فرار کردی، از دست خدا هم میتونی فرار کنی؟ چجوری کسی فکر میکنه نجات پیدا کسی که خدا دنبالشه؟ ولا یمکن الفرار من
حکومتک. جد بزرگوار امام جواد، امام حسین علیه السلام، یکی اومد سراغشون، آقا من معتاد به گناهم چکار کنم؟ حضرت 5 دارو بهش دادن، ولی خدا داروخانه‌ایه. حضرت فرمودن اطلب موضع ان لا یراک الله فذنب ما شد، یه جایی برو پیدا کن خدا تو رو نبینه، هر چی میخوای گناه بکنی بکن. لا ترزق من رزق الله، از رزق خدا نخور، فذنب ما شد. درستی سادم نمک بخوره نمک دون بشکنه، از روزی خدا نخور، هر چی میخوای گناه بکنی بکن. 3 فهمودن اخرج من ولایت الله، از حکومت خدا خارج شو، هر غلطی میخوای بکنی بکن. 4 مأمور خدا اسرائیل اومده جونتو بگیره، بگو نمیدم. مثل یکی مأمور پاسگاه اومده یه نفر رو ببره، زور میزنن نمیره، از این ور یک عده میکشنش که نبرن این مجرم رو. میتونی؟ اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اسرائیل بیاد به هیچ کس رحم نمیکنه، همه رو میبره ها. در خونه پیغمبرم فقط در میزنه به احترام خانه فاطمه زهرا سلام الله علیه ما، ولی باید ببره پیغمبر رو، مأمور خداست. پیام آخر امام حسین، این تعبیر امام جواد از اون جنسه، فرمودن مأمور جهنم داره تو رو میبره سمت جهنم، دستتو بهش نده، ازش ممانعت کن. میتونی؟ خدا حفظ کنه استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آملی رو. این آیه 22 سوره قاف رو ترجمه میکردن تو بحث تفسیرشون، به خدا بدن میلرزه. آیه 22 سوره قاف اینه: فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. آیه حروم خورا، من میخوام یه آیه قرآن رو برای شما اینجوری معنا کنم. این آیه میگه مرگ که میاد پرده ها کنار میرود، انسان باطن رو میبینه. استاد آیت الله جوادی آملی فرمودن اولین باطنی که میبینه باطن خودشه، آخرین عضوی که از روح ازش میره چشمه، گوشه، این دوتاست. هنوز چشم و گوش دنیایش کار میکنه، بدنش مرده. فرمودن این آیه میگوید، در محضر حضرت معصومه دارم میگم، به خدا باید بدنها بلرزه. شب شهادت امام جواده. استاد میفرمودن این آیه میگوید بعضیا با همین چشم دنیایی میبینن لحظه احتضار که دارن حیوان از دنیا میرن، حروم خورا به شکل خوک از دنیا میرن. فکر میکنید خدا شما رو ولتون میکنه؟ ان ربک لبالمرصاد. فکر میکنید از دست خدا فراری دارید؟ امام جواد میفرماید کیف ینجو من الله طالبو، چجوری نجات پیدا میکنه کسی که خدا در کمین اویه و طلبش میکنه و خیرشو میگیره. یه آیه 44 سوره انعام رو سروران نگاه کنن، فلما نسو ما ذکرو به. بعضی ها فهم میکنن وضعشون خوبه، خدا بهشون عنایت کرده. نه بابا، قانون استدراج شامل حالشون شده. فلما نسو ما ذکرو به، هرچی به خدا پشت کنن، فتحنا علیهم ابواب کل شی، هرچی دنیایی میخوان بهشون میدن، حتی اضافره به ما اوتو، مثل حیوان کیف بکنن. بعد میفرماید اخذنا هم بقتتن، یه دفعی خیرشونو میگیرم، از حلقومشون در میارم. بنا باید جمهوری اسلامی از حلقوم حرام خورا در بیاره، اگه جمهوری اسلامی زورش نرسید خدا از حلقوم حرام خورا در میاره، شک نکنید. امام جواد داره میگه. سومین درد جامعه ما اینه، امیدمون به غیر خداست. من انقطع الی غیر الله وکله الله الی. هر کس امیدش از خدا قطع بشه. اینایی که فکر کنن غرب و شرق میتونن مشکلات ما رو حل بکنن، بابا ما پیرو اون امامی هستیم که فرمود الهی حبلی کمال الانقطاع الک. با این جمله مناجات شعبانیه چه حالی میکرد امام؟ امام جواب میفرماید هر کس امیدش به غیر خدا باشد، از خدا قطع امید کنه. آقا بعضی ها میگن خدا از ما بدبخت بیچاره ها یادش رفته، هرچی به بنده خدایی گفتیم ببخشین از این کفریات، گاهی وقتا مجبوریم رو منبر بگیم. به یکی گفتم اوضاع چطوره، 7-8 تا گرفتاری تو خونش اومده بود، گفت خدا در بلا رو تو خونه ما باز کرده، یادش رفته ببنده. اینا کفریاته، میگن هرچی سنگ جلو پای آدم لنگه، اینا کفریاته.
میگن گلیم کسی را که بافتن سیاه به آب کوثر و زمزم سفید نتوان کرد. اینا کفریاته بابا. هیچ کس به اندازه این خاندان زجر نکشیده، ولی زبان حال همشون این بوده: اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابه. خدای بر مصیبت هاتم تشکر میکنی. مگه بابا بزرگ این بیبی و امام جواد، بابای این بیبی و بابا بزرگ امام جواد، امام کاظم علیه السلام نفرمودن خدایا مکان خلوتی رو از تو میخواستم برای مناجات، زندان رو نصیبم کردی، ممنونتم. خدایا به آبروی امام جواد ما رو پیرو ولایت قرآن و اطرت و ولایت عصر غیبت قرار بده. خدایا به آبروی امام جواد، امت اسلامی، نظام اسلامی، ولی امر مسلمین روز به روز سربلندتر بفرما. خدایا به آبروی امام جواد شر دشمنان به خودشون برگردان. به آبروی امام جواد گرفتاری های نظام من امت اسلامی برطرف بفرما. شب شهادت امام جواد میوه دل امام رضا عزیز حضرت معصومه سلام الله علیه مجمعین است. دلا رو بفرستیم کاظمین، اون حرم با صفا. حالا که نیستیم کاظمین در حرمش، حالا که نیستیم محضر امام رضا، به امام رضا تسلیت بگیم، به عمه جانشون حضرت فاطمه معصومه تسلیت میگیم. خود امام جواد فرمودن هر کس دوست داشته باشه، شاهد باشد در جایی برای کاری، برای امری، خدا ثواب او رو براش می‌نویسه. و هر کس یه جایی حاضر باشه ولی دوست نداشته باشه با اون کار همراهی کنه، خدا گناهش رو براش نمی‌نویسه. یا امام جواد، این مردم همشون دوست داشتن امشب کاظمین باشن، همه دوست داشتن کاظمین باشن. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها اشفع لنا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آباء گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، عمه جانشون فاطمه معصومه، ولی نعمتمون علی ابن موسر رضا، میوه دلشون جواد الائمه، انبیاء، اولیاء، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این شهر و این حرم، شهدای مدافع حرم، امام زادگان این حرم، به ویژه فرزندان امام جواد علیه السلام که در این حرم آرمیده اند، و حضرت موسی مبرقع صلوات محمدی ختم کنیم. شب شهادت میوه دل آقا علی ابن موسر رضا با برکت ترین مولود اهل بیت به تعبیر امام رضا علیه السلام
اونایی که دوست دارن با نابودی دشمنان اسلام در کاظمین و نجف و سامرا و کربلا و در مکه و مدینه عرض ادب کنن، صلوات بلندی خط کنید. با کسب اجازه از سروران عزیز خودم به ویژه امام جمعه محترم، روایتی رو از وجود نازنین آقا جواد الائمه علیه السلام و السلام میخوام برای خودم و شما بزرگواران از باب تذکر تلاوت کنم، اما مقدمه‌ای لازم است. در جلسات قبل اشاره کردیم بزرگترین مشکل جامعه ما ناامیدی است. دشمن میداند اگر بتواند مردمی که گلایه مندند از وضعیت جامعهشون و وضعیت مملکتشون، ناراضی به اضافه ناامیدی میشود شورش و اختشاش و توقف و خسارت. و اشاره کردیم در هفته قبل که اگر نارضایتی به اضافه امیدواری باشد میشود حرکت رو به جلو. به عبارتی فرمول تبدیل تهدید به فرصت این سه تا کلمه است. فرمول تبدیل تهدید به فرصت، هر کس میخواهد تهدید ناامیدی را به فرصت امیدواری تبدیل بکنه تو جامعه امروز ما، به این سه عامل توجه کند. هر کس آدرس دارد، راهنما دارد، طبیب دارد، دارو دارد، حق نداره ناامید بشه چون چاره دارد. دوم اشاره، لذا یک روایت از امام جواد تو این زمینه میخوام محضرتون، سه تا دارویی که امام جواد فرمودن برای سه تا درد جامعهمون. مطلب دوم، عنصر دوم اشاره کردیم، هر کس پشتیبان دارد حق ندارد ناامید شود. کسی که پشتیبان نداره میتونه ناامید بشه. ما پشتیبانی به نام خدا و اهل بیت داریم. تو این زمینه هم روایت نورانی امام جواد علیه السلام برای همه من و شما درس است. روایت معروفی است: از ثقت بالله ثمن لكل قال و سلمون الى کل عال. هر کس اطمینان به خدا داشته باشد، توکل به خدا داشته باشد، مطمئن به عنایت حضرت حق تعالی باشد، نباید ناامید بشه. حق نداره ناامید بشه. آدم وقتی ناامید میشه که احساس کنه بودجهش داره تموم میشه. خب بودجه خدا که تموم نمیشه. آدم وقتی ناامید میشه که فکر کنه حامیش نامهربون شده، خدا که نامهربون نمیشه. و عامل سوم تبدیل ناامیدی به امیدواری رو، اینا رو چون هفته قبل عرض کردم به عنوان خلاصه دارم این جلسه مزاحم وقت شما بزرگواران میشم. عامل سوم تبدیل ناامیدی به امیدواری چشمنداز روشن ظهور است. هر کس جلو راهش تاریکه حق داره ناامید بشه، هر کی جلو راهش روشنه حق نداره ناامید بشه. از بعد از شهادت امام رضا علیه السلام که وعده حکومت الهی به تأخیر افتاد، امام جواد، امام هادی و امام عسکری، هر سه امام بزرگوار که معروفن به ابن الرضا علیه السلام، هر سه مأمور بودن مردم را برای غیبت آماده کنند. عصر غیبت هم درست عصر انتظار است، ولی عصر انتظار امیدآفرین است، نه انتظار ناامید کننده. خدا وعده داده است اون بقیت الله را به ما میرساند ان شاء الله. اینا سه تا عامل تبدیل ناامیدی به امیدواری بود. امروز دولت ما، مجلس ما، قوای سگانه ما، مردم ما، نظام ما، اگر فکر میکنن آدرس ندارن، دارو ندارن، طبیب ندارن، راهنما ندارن،
ناامید بشن متوقف بشن. ولی اگه آدرسی به نام قرآن و عترت و ولایت داریم، حق نداریم ناامید بشه. هر کس فکر میکنه پشتیبانی به نام خدا و اهل بیت نداره، حق داره ناامید بشه. اما اگه کسی باور داره که پشتیبانی به نام خدا و اهل بیت داره، که داراییشون لایتناهیست، مهربانیشون هم لایتناهیست، حق نداره ناامید بشه. هر کس فکر میکنه آینده‌ای به نام ظهور نداریم، حق داره توی مشکلات امروز ناامید بشه. هر کی فکر میکنه آینده‌ای به نام ظهور داریم، که واقعاً داریم، خدا وعده داده، حق نداره ناامید بشه. حالا از امام جواد داروی سه تا درد جامعه امروزمون رو میخوام اشاره بکنم. سه تا درد امروز جامعه ما رو داره اذیت میکنه. یک، کسانی که خدا را به عنوان رازق قبول ندارن، باورش نداره. چون خدا رو به عنوان رازق قبول نداره، خودش میخواد رزقش رو پیدا کنه، لذا دست به هر حروم و حلالی میزن، دست به هر دست رازی به بیت المال میزنه، دست میبره به کلاه بردن، کلاه گذاشتن به سر مردم. همه اینا به خاطر این درد تو جامعه ماست. حضرت ببینید چه داروی قشنگی میفرماین. قال الجواد علیه السلام، بهار الانوار، جلد 68، این روایت از وجود نازنین امام جواد، تو کتاب‌های دیگه هم اومده. کیف یضیع من الله کافلو، حضرت دارن به ما داروی دردمون رو به ما بیان میکنن. ما باور کنیم ولایت داروی دردهای ماست، چون وصل به منبع لایزال الهی هست. ولی خدا سن درش شرط نیست. حضرت عیسی ابن مریم، دو تا پیغمبر ما تو کودکی از هم معجزه از خودشون نشون دادن. امامان عزیز ما، سه تا امام ما تو کودکی به امامت رسیدن. خدا اینها رو گره گشا قرار داده. خدا فرموده و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما، آیه 124 سوره طه. خدا فرموده هر کس دنبال ولایت نباشد، گره گشای زندگیش ولی خدا نباشد، زندگیش کلاف سردرگم می شود. ولی وقتی به ولایت مراجعه کردن، ولی 7 ساله هم حلال مشکلات بوده، ولی 5 ساله هم حلال مشکلات است، پیغمبرم به عنوان ولی خدا حلال مشکلات است، امامان هم به عنوان ولی خدا حلال مشکلاتن، ولی فقیه هم به عنوان ولی خدا حلال مشکلاته. امیر المؤمنین سلام الله علیه به حرفش نکردن. در خطبه جهادی، خطبه 27 نهج البلاغه فرمود لا رأی لمن لا یطاع، امامی که کسی به حرفش نکنه، حرف نزنه بهتره. مردم دقت کنن، اگر قرار است در نظام جمهوری اسلامی ولایت همه مشکلات رو حل بکنه، که میتواند حل بکنه، شرط و شروطی دارد. اگر امام رضا فرمودن کلمت لا اله الا الله، این حدیث قدسی رو، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، بعد فرمودن به شروطها و انا من شروطها، ما ولایت شرط تحقق اون حسن حسین کلمه توحید هستیم. شرط تحقق ولایت هم خودشون فرمودن مقبولیت مردمی است. والله ولی خدا امیر المؤمنین هم باشد، مردم به حرفش نکنن باید 25 سال تو خونه بشینه. مردم باید به حرف کنن، هم مردم هم مسئولین. اونجا ولی میشود مشکل گشا، قطعا می شود مشکل گشا. لذا شما ببینید بر اساس همین جمله نورانی امام جواد علیه السلام، هم امام دیروز ما هم امام امروز ما به مردم بر اساس این آیه قرآن که خدا می فرماید هیچ جنبنده‌ای بر روی زمین نیست الا علی الله رزقها، خدا رزقشو میده، ولی همه دستورات خدا شرط داره، بی شرط که نیست. کیف یضیع من الله کافلو، از اول حرف امام تو انقلاب این بود، مردم روزی رسان شما خداست، دست به حرام نزنید.
اگر این روحیه در جامعه ما باشد که وجود این مشکل جامعه ماست، مشکل جامعه ما که فکر میکنم خدا ما رو خلقمون کرده یادش رفته از ما، نعوذ بالله، روزی ما رو به دیگران داده، روزی ما رو به خودمون نداده، لذا ما هر جور شده باید بریم از دیگران بگیریم. امام جواد میفرمایند چگونه ضایع میشود کسی که اعتقاد دارد خدا کافل اوست، خدا رازق اوست. در باب رازقیت خدا داستانهای زیادی برای من و شما گفتن. یکیشو قصه حضرت سلیمان نبی علی نبی ناو آلی و علیه السلام است. حضرت سلیمان نبی کنار آب نشسته بودن، دیدن یه مورچه‌ای داره به آب نزدیک میشه، یه دانه‌ای تو دهانشه. مورچه معمولا به آب نزدیک نمیشه، از آب فرار میکنه، ولی این مورچه به آب نزدیک میشد. رسید لب آب، قورباغه اومدی زبانش رو داد بیرون. زبان قورباغه زبان بلندی است، مثل اسکله، مثل اسکله زبانش رو داد بیرون. این مورچه رفت وارد دهان، از روی زبان قورباغه رفت تو دهان قورباغه، قورباغه دهانش رو بست، تبدیل شد به زیر دریایی، رفت زیر آب. لحظاتی برگشت دوباره زبانش رو داد بیرون، مورچه اومد بیرون، ولی او دانه تو دهانش نبود. حضرت سلیمان به مورچه فرمودن چیکار داری میکنی؟ به قول مولا، به تعبیر بنده، تو حکومت ما داری چیکار میکنی؟ عرض کرد یا نبی الله، یک کرمی او زیر آب لای سنگی گیر کرده، خدا بعد رزق او رم بده، خدا رازقه، خدا رازقه، خدا من مورچه رو مأمور کرده دانه ای رو بیارم تا لب آب، من نمیتونم تو آب برم، این قورباغه رو مأمورش کرده این قضا منو سوار زبانش بکنه، تو دهانش ببره او زیر، من این دانه رو برای اون کرم بفرستم دوباره منو برگردونه. خدایی که دانه زیر کرم زیر سنگ زیر آب را بدون قضا نگذاشته، ملت ایران رو بدون قضا میگذاره؟ حالا چون قطع رابطه با آمریکا کردن؟ حالا چون تحریم شدن؟ که حالا ما به جای خدا دستمون رو پیش کت خدا دراز بکنیم؟ مگه رازق ما آمریکاست؟ مگه رازق ما اروپاست؟ کلام نورانی امام جواد رو ببینید، مشکل ما رو حل کرده. هر کس کافلش خداست، چجوری خدا کسیه که تحت تکفلش ضایعش میکنه؟ خب این مشکل امروز ماست. من بابا به جایی که به بچه‌م بگم پسرم دخترم برو دستتو بذار به کنده زانود و بگو توکل تو علل لا، تلاش بکن از تو حرکت، از خدا برکت، من به بچه‌م بگم بابا برو جلو من هوات دارم، برگرده بگه هوای تو رو کی داره؟ خب من چه کارم که بتونم هوای بچه‌مو داشته باشم؟ از اول بچه‌مو با تکیه بر خدا بزرگ کنم. این بیان نورانی امام جواد علیه السلام، این درد اول جامعه ما و داروی امام جواد. تو رزقمون به خدا توکل کنیم. البته من دو تا کلمه تو رزق عرض کردم، هر کس میخواهد خدایی که تکفل رزق ما را داده بیان کرده متکفل شده، هیچ وقت رزق ما کم نشود، روز به روز بیشتر بشود، به این دو توصیه قرآن و اطرت عمل کنه که بارها گفتیم. یک، حلال بخوریم حرام نخوریم. امیر المؤمنین یکی از استاندارانش یک سفره تشریفاتی شرکت کرد، آبروشو بردن مسئولین قضایی. تو رو خدا آبروی اینهایی که دست رازی به بیت المال کردن، حروم خوری رو توی مملکت باب کردن، آبروشونو ببرید. به خدا دستور اسلام است، اسلام در خطر آبروش، آبروی حروم خورا رو ببرید. خدا گفته حروم نخورید حلال بخورید، من روزیتونو میدم. هر چقدر حروم بخورید رزقتون از حلال کم کردید. دو، توصیه دوم، برای که خدا رزقمون بده، حالا که میخوای حلال بخورید تنها نخورید، حلال خورا خمستونو بدید، زکاتتونو بدید، انفاق بکنید، صدقه بدید، احسان بکنید، نظر بکنید، وقف بکنید که فقیری نماند. آقا شما هر خانواده ای، هر فقیر و مستمندی برای جهیزیه مونده، برای ازدواج مونده، برای درمان مونده، برای اجاره خونه مونده، هر کسی 100 نفر دور و برش قوم خویشن، هر کدومشون یه ذره احسان بکنن، مشکل یک نفر حل میشه. این میشه تعاونوا علی البر و التقوا. اگر میخواهیم خدایی که متکفل رزق ماست،
لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. ای آیه 96 سوره اعراف خیلی آیه قشنگیه. بگذارید شب شهادت امام جواد من روزه خدا بخونم. روزه خدا شاید تا حالا نشنیده باشید. روزه خدا ای آیه 96 سوره اعرافه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. خدا میفرماید اگر مردم نیتاشون آمنو بشه، الهی بشه، چارچوب برنامه‌شون هم تقوا باشه، تقوا رو رعایت کنن، حرام حلال رو رعایت کنن، از آسمان و زمین براشون برکت می‌ریزم. اما خدا میفهمد ولکن کذبو، مردم من خدا رو تکذیب میکنن. خدا میگه فرمول من رو قبول کنید، از آسمان و زمین براتون برکت میریزم. ولکن کذبو، مردم من رو تکذیبم میکنن. فخزناهم به ماکان و یک سبون، منم مبتلاشون میکنم به غلطکاری های خودشون، به نتایج تدبیرهای غلط خودشون. این داروی اول امام جواد، خیلی معطلتون نکنم. یه درد ما این است که خدا را رازق نمیدانیم. ما باور کنیم خدا رازقه، ما تلاش بکنیم یک، حروم حلال قاطی نکنیم، دو، خیرات بکنیم، سه، قطعا خدا رزقمونو میده و الا میشه وزاغت الارض و منعت السما. ما باور کنیم خدای رازق رو، خیلی سخته ها، خیلی سخته. حضرت موسی نبی علی نبینا و علی و علیه السلام هم موقعی که حضرت اسرائیل اومده بودن جانشون رو بگیرن، قصه طولانی کوتاهش رو میگم، دختر کوچیکی داشتن نشست رو زانو، بابا تو داری میری نوناور من چی میشه؟ حضرت موسی هم یه لحظه لرزیدن، خدای بچم راست میگه، نوناورش چی میشه؟ موسی عصاتو بزن به سنگ، شکافته شد. بعضیا میگن با سنگ دیگری زیرش بود، سه تا سنگو با عصا شکاف، بعضی میگن اون سنگ اول، خیلی فرق نمیکنه. یه موری زیر سنگ داشت میرفت، قضاش تو دهانش بود. خطاب اومد موسی، ما از این موجود بی این کوچیکی یادمون نرفته، رزقشو دادیم، از این بچه بی بزرگی تو یادمون میره؟ چرا فکر میکنی ما مهربون تر از خداییم؟ چرا اینو فکر میکنی؟ ارحم الراحمین اونه، رازق اونه. درد جامعه ما اینه که رازقیت خدا رو هنوز خوب باور نکردیم. امام جواد داره دارو میده به ما. دو، درد جامعه، درد دوم جامعه ما چیه؟ و کیف ینجو من الله طالبو. بعضیا فکر میکنند درد جامعه ما اینه که فکر میکنن از دست قانون میتونن فرار کنن. امام جواد میگن نه، اشتباه میکنی، یه عین حماقت، فکر کردی فرار کردی، تو از دست جمهوری اسلامی فرار کردی، از دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی فرار کردی، از دست خدا هم میتونی فرار کنی؟ چجوری کسی فکر میکنه نجات پیدا کنه؟ کسی که خدا دنبالشه. ولا یمکن الفرار من حکومتک. جد بزرگوار امام جواد، امام حسین علیه السلام، یکی اومد سراغشون، آقا من معتاد به گناهم، چه کار کنم؟ حضرت 5 تا دارو بهش دادن، ولی خدا داروخانه‌ایه. حضرت فرمودن اطلب موزه ان لا یراک الله فذنب ما شد، یه جایی برو پیدا کن خدا تو رو نبینه، هر چی میخوای گناه بکنی بکن. لا ترزق من رزق الله، از رزق خدا نخور، فذنب ما شد. درستی سادم نمک بخوره نمکدون بشکنه، از روزی خدا نخورن چی میخوای گناه بکنی بکن. سه، فهمودن اخرج من ولایت الله، از حکومت خدا خارج شو، هر غلطی میخوای بکنی بکن. چهار، مأمور خدا اسرائیل اومده جون تو بگیره، بگو نمیدم، مثل یکی مأمور پاسگاه اومده یه نفر رو ببره زور میزنن نمیره، از این ور یک عده میکشنش که نبرن این مجرم رو. میتونی؟ ازا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اسرائیل بیاد به هیچ کس رحم نمی کنه، همه رو میبره ها. در خونه پیغمبرم فقط در میزنه به احترام خانه فاطمه زهرا سلام الله علیهما، ولی باید ببره پیغمبرو، مأمور خداست. پیام آخر امام حسین، این تعبیر امام جواد از اون جنسه، فرمودن مأمور جهنم داره تو رو میبره سمت جهنم، دستتو بهش نده، ازش ممانعت کن. میتونی؟
خدا حفظ کنه استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آملی رو. این آیه 22 سوره قاف رو ترجمه میکردن تو بحث تفسیرشون، به خدا بدن میلرزه. آیه 22 سوره قاف اینه: فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. آیه حروم خورا، من میخوام یه آیه قرآن رو برای شما اینجوری معنا کنم. ای آیه میگه مرگ که میاد پرده ها کنار میرود، انسان باطن رو میبینه. استاد آیت الله جوادی آملی فرمودن اولین باطنی که میبینه باطن خودشه، آخرین عضوی که از روح ازش میره چشمه، گوشه، این دوتاست. هنوز چشم و گوش دنیایش کار میکنه، بدنش مرده. فرمودن این آیه میگوید در محضر حضرت معصومه دارم میگم، به خدا باید بدنها بلرزه. شب شهادت امام جواده. استاد میفرمودن این آیه میگوید بعضیا با همین چشم دنیایی میبینن لحظه احتضار که دارن حیوان از دنیا میرن، حروم خورا به شکل خوک از دنیا میرن. فکر میکنید خدا شما رو ولتون میکنه؟ ان ربک لبالمرصاد. فکر میکنید از دست خدا فراری دارید؟ امام جواد میفرماید کیف ینجو من الله طالبو، چجوری نجات پیدا میکنه کسی که خدا در کمین اویه و طلبش میکنه و خیرشو میگیره. ای آیه 44 سوره انعام رو سروران نگاه کنن، فلم ما نسو ما ذکرو به. بعضی ها فهم میکنن وضعشون خوبه، خدا بهشون عنایت کرده. نه بابا، قانون استدراج شامل حالشون شده. فلم ما نسو ما ذکرو به، هرچی به خدا پشت کنن، فتحنا علیهم ابواب و کل شی، هرچی دنیایی میخوان بهشون میدن، حتی اضافره به ما اوتو، مثل حیوان کیف بکنن. بعد میفرماید اخذنا هم بقتتن، یه دفعی خیرشونو میگیرم، از حلقومشون در میارم. بنا باید جمهوری اسلامی از حلقوم حرام خورا در بیاره. اگه جمهوری اسلامی زورش نرسید، خدا از حلقوم حرام خورا در میاره، شک نکنید. امام جواد داره میگه سومین درد جامعه ما اینه: امیدمون به غیر خداست. من انقطع الی غیر الله و کله الله الی. هر کس امیدش از خدا قطع بشه. اینایی که فکر کنن غرب و شرق میتونن مشکلات ما رو حل بکنن، بابا ما پیرو اون امامی هستیم که فرمود الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. با این جمله مناجات شعبانیه چه حالی میکرد امام؟ امام جواب میفرماید هر کس امیدش به غیر خدا باشد، از خدا قطع امید کنه. آقا بعضی ها میگن خدا از ما بدبخت بیچاره ها یادش رفته، هرچی به بنده خدایی گفتیم ببخشین از این کفریات گاهی وقتا مجبوریم رو منبر بگیم. به یکی گفتم اوزاد چطوره، 7-8 گرفتاری تو خونش اومده بود، گفت خدا در بلا رو تو خونه ما باز کرده یادش رفته ببنده. اینا کفریاته. میگن هرچی سنگ جلو پای آدم لنگه، اینا کفریاته. میگن گلیم کسی را که بافتن سیاه به آب کوثر و زمزم سفید نتوان کرد، اینا کفریاته. بابا هیچ کس به اندازه این خاندان زجر نکشیده، ولی زبان حال همشون این بوده: اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك على مصابه. خدای بر مصیبت هاتم تشکر میکنی. مگه بابا بزرگ این بیبی و امام جواد، بابای این بیبی و بابا بزرگ امام جواد، امام کاظم علیهم السلام نفرمودن خدایا مکان خلوتی رو از تو میخواستم برای مناجات، زندان رو نصیبم کردی، ممنونتم. خدایا به آبروی امام جواد ما رو پیرو ولایت قرآن و اطلت و ولایت اصل غیبت قرار بده. خدایا به آبروی امام جواد، امت اسلامی، نظام اسلامی، ولی امر مسلمین روز به روز سربلندتر بفرما. خدایا به آبروی امام جواد شر دشمنان به خودشون برگردان. به آبروی امام جواد گرفتاری های نظام من امت اسلامی برطرف بفرما. شب شهادت امام جواد میوه دل امام رضا عزیز حضرت معصومه سلام الله علیه مجمعین است. دلا رو بفرستیم کاظمین، اون حرم با صفا. حالا که نیستیم کاظمین در حرمش، حالا که نیستیم محضر امام رضا، به امام رضا تسلیت بگیم، به عمه جانشون حضرت فاطمه معصومه تسلیت میگیم.
خود امام جواد فرمودن هر کس دوست داشته باشه شاهد باشد در جایی برای کاری برای امری، خدا ثواب او رو براش می‌نویسه. و هر کس یه جایی حاضر باشه ولی دوست نداشته باشه با اون کار همراهی کنه، خدا گناهش رو براش نمی‌نویسه. یا امام جواد، این مردم همشون دوست داشتن امشب کاظمین باشن، همه دوست داشتن کاظمین باشن. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها اشفع لنا